به نام خداوند یکتا سلام و شب بخیر. به برنامه 45 دقیقه با دانشگاهیان خوش آمدید. افتتاح برنامه میثاق شهروندی و ختم برنامه همبستگی ملی. برنامه میثاق شهروندی برای انکشاف در روستاها و خدمات اساسی در شهرها متمرکز است. رئیس جمهور در مراسم افتتاح این برنامه روی شفافیت و کیفیت پروژه ها در روستاها و شهرها تاکید کرد و گفت که برنامه میثاق شهروندی فرهنگ دولتداری در کشور را تغییر خواهد داد. در برنامه امشب روی چگونگی همین موضوع می‌پردازیم. من محمد شاه بیبی هستم، مهمانانم در این بحث عبدالولی رشیدی استاد دانشگاه و غلام محی‌الدین عبادی فعال مدنی. مهمانان گرامی با برنامه خوش آمدید. سپاس. در نخست آقای عبادی با شما آغاز میکنیم. در مورد مزایای این برنامه بگوییم که چه مفیدیت به مردم افغانستان داره. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم تلویزیون نورین. مزایای از این برنامه یعنی جاگزین میثاق ملی شهروندی، یعنی جاگزین برنامه همبستگی ملی شده است که جایی که فاقد پلان شده باشه، مثلا برنامه‌ای که انکشافی پلان شده باشه، اون جای در اولویت قرار میگیره و حتی جایی که ناامن باشه اونجا هم تخت پوشی برنامه صورت میگیره. و در طی همین 10 سال که 3 مرحله اجرا میشه و تقریبا 12,000 روستا از این مستفید میشه که شامل اهداف اساسی معارف است، زراعت است و تکنولوژی است، صحی است. برنامه همبستگی ملی هم 88,000 پروژه را در افغانستان در طول 13 سال اجرا کرد. و اینکه چه تفاوت با میثاق ملی داره، در حالی که برنامه هم بهترین پروژه را در افغانستان اجرا کرد، بخصوص پروژه های کوچکی که آبیاری و زراعت و معارف و غیره و غیره. آنقدر تفاوت نداره، همه تفاوت اساسی در ایست که در جایی که از حمایت همبستگی ملی باقی مانده بود، حالا میتونه که مورد برنامه میثاق شهروندی ملی صورت بگیرن که تا هنوز پلان نشده بود، حالا اولویت داره داده میشه. برنامه میثاق شهروندی در حدود 1 میلیارد دلار را در بر میگیره. فکر میکنین حکومت توان بهتر مدیریت کردن این برنامه را داشته باشه؟ حکومت وحدت ملی متحد است که یعنی برنامه خوب روی کار بگیره و استراتژی خوب روی کار بگیره تا بتونه از این نظارت بکنه از پروژه های انکشافی که نقش اساسی اینا رو شورای انکشافی داره در قریجات و روستاها و نقش اساسی زنان در اینجا بسیار برارزنده است که 35% زیر زنان هم اعضای در شورای انکشافی قریجات و روستاها تشکیل میدن و میتونه که بسیار به خوبی مدیریت بکنن از این برنامه میثاق شهروندی که فعلا جاگزین برنامه همبستگی ملی شده است. تشکر. آقای رشیدی، برنامه میثاق شهروندی برای انکشاف روستاها به نظر گرفته شده، فکر میکنین حکومت توان بهتر مدیریت کردن این برنامه را داشته باشد تا به گونه اساسی پولی که از مالیات دهندگان افغانستان و از کمک های بین المللی کمک میشه به افغانستان بهتر مدیریت شود و به گونه مؤثر استفاده شود؟ به نام خدا، سلام عرض ادب دارم خدمت شما، مهمان عزیز شما و بیننده های محترم تلویزیون جهانی نور. نورین البته. نورین. ما برنامه میثاق شهروندی را که جایگزین برنامه همبستگی ملی شده یک گام مثبت میپندارم، به خاطر از اینکه این برنامه میتونه یک تعریفی از حکومت وحدت ملی برای مردم داشته باشه. بیشتر که شما اشاره کردین، برنامه همبستگی ملی که 88,000 پروژه را در افغانستان در نقاط مختلف به اکمال رساند، صرف روی موضوعات ساختارهای زیربینایی بوده یا پروژه ها بوده یا پل بوده یا بندهای آبی بوده، در مسائلی که از لحاظ آموزش و پرورش، از لحاظی که مردم از خدمات صحی بهره مند شوند، چندان تمرکز نداشته. و به همین خاطر است که گام خوبی است برای از که دولت
بتوانه رابطه خود با ملت مستحکم سازه از طریق پروژه میثاق شهروندی. به نظر من دولت به خاطر تطبیق این پروژه اولین گام های را که می برداره است که سطح آگاهی مردم در قدم اول یا در اولویت برنامه هاش داشته باشه، که مردم از لحاظ سطح آگاهی باید در یک مرحله بالای رشد قرار داشته باشند. به این خاطر است که هنوز ما وقتی که در روستاهای دوردست افغانستان میریم، همبستگی ملی یا میثاق شهروندی یک مفاهیمی هنوز تعریف ناشده به مردم هستند. هنوز اونها یک برداشتای دیگه از دولت و از همبستگی ملی و از میثاق، حتی خود این میثاق شهروندی رو اونا نمیفهمن که یعنی چی. اینا اول در مراحل اول باید گام های اولیه را به خاطر ای بردارن که ذهنیت ها را سطح آگاهی مردم بالا ببرن و مردم آماده پذیرش این برنامه داشته باشن، به خاطر که برنامه به شکل خوب درستش مدیریت شود. به نظر من اینجا کاری اولی که دولت میکنه به خاطر تطبیق بهتر این برنامه اوست که مدیریت اول از خود دولت شروع شود. کسانی که در رأس برنامه قرار میگیرند، هرگاه افرادی با نفوذی که در رأس قرار داره اونا اگر احیانا فاسد میشن و بعد اصلاح نمیشن، یک آشوب برپا میگیره بلند میکنه. با توجه به سلسله مراتبی که در این میثاق یاد شد که باید از این گونه مصارف شود و پولی که به دست میاد و باید امارا مثلا پروژه ها، فکر میکنین به گونه مفید با توجه به بروکراسی که در دولت وجود داره ارزش او به مردم؟ من عرض کردم، من گفتم اگر دولت در تطبیق این پروژه ناکام باشه، یعنی پالیسی درست نداشته باشه، نه تنها که پروسه به شکل درستش مدیریت نمیشه، بلکه واکنش های دیگه هم در پای خواهد داشت. مردم حق دارن که انکشاف متوازن داشته باشن، مردم حق دارن که از لحاظ خدمات صحی یکسان، یعنی برخورد دولت با شهروندان به گونه یکسان باشه. وقتی که میثاق شهروندی میگیم، تعریفی که ما از شهروند داریم، این به شکل مدیریت شو یا برنامه ریزی شو که کسانی که واقعا در طی چند سال حکومت قبلی و حکومت فعلی از خدمات صحی، از خدمات انکشافی، از خدمات تعلیم و تربیه به شکل درستش بهره مند نشده، باید حق اولویت دولت دو در نظر بگیرن و در مرحله بعدی جایی که نیاز دارن وقت اینا باید برنامه ریزی شود. تشکر. آقای عبادی، قسمی که آقای رشیدی ذکر کردن، مردم از میثاق شهروندی از این برنامه لاقل از عنوانش چیزی نمیفهمند. پس چه کسی در افغانستان شهروند اطلاق میشه؟ با توجه به اینکه اکثر حقوق شهروندی در افغانستان مورد نقض قرار میگیره، واقعا ما شهروند در افغانستان داریم که با بی میثاق شهروندی رو بهش تعریف کنیم؟ یکی ما توده داریم، یکی ما شهروند داریم. شهروند کسی را میگن که آگاهی از حقوق خود داشته باشه، از قانون داشته باشه، آگاهی هست تمام اطلاعات. مردم افغانستان از این موارد دور هستن؟ خب یک تعداد از ممکن فاقد از این باشه، یعنی نداشته باشن آگاهی از قانون، نداشته باشن آگاهی مثلا از حقوقشون، نداشته باشن. این است که ما هر کسی که از آگاهی از حقوقشون داشته باشه، از قانون داشته باشه، از مقررات داشته باشه، این میگه ما شهروند. یعنی یک شهروند، یعنی شهروندان به این آگاهی رسیدن که این پروژه های برنامه رو به خوبی مدیریت کنن در روستاهای خود؟ خب حال طی چند سال، طی 14 سال حال شهروندان و چی در مناطق روستا است، چی در مناطق شهر، به این آگاهی رسیدن که چطور بتونن از این استفاده خوب بکنن و استفاده از این. اما دیده میشه که پروژه های همبستگی ملی که تطبیق شده اکثرا بالاتر از 50% پول به مصرف نرسیده، اکثرا به جیب زورمندان محلی یا کسایی که شوراهای روستاها رسیده. بعضی جا مشکلات در خود برنامه بود که از طرف خارجی صورت گرفت، مثلا تطبیقش و پولش هم از طرف خارجی ها تمویل می شد که اصلا نظارت دیر حکومت نداشته و نمی دانم که چقدر پولی که مثلا اونا توزیع می کردن و به خاطر تمویل پروژه و برای معاش کارمندان منابع بشری، خب یک مقدار پول اونا با خود بردن و یک مقدار پول دیگر هم مصرف رسیدن که او شاید مشکلات داشت. این بار چنین چیز تکرار نخواهد شد؟ پولی که به دست میاد باید به گونه شفاف به مصرف برسه. حالا مدیریت فعلا جناب آقای شخص رئیس جمهور متحد است که باید
نظارت بکنه از این پروژه ها و سیستم بعد یک سیستم شفاف باید ایجاد بکنه تا از فساد باید جلوگیری شود. یکی از یک اولویت های مهم خود حکومت وحدت ملی همین است که شفافیت بسیار بهتر صورت میگیره از پروژه ها. خب با توجه به اینکه سوالی که از آقای رشیدی هم کردیم، بروکراسی که در دولت وجود داره و حتی شورای قریجات در این موارد سهم دادین، میشه این پول با گونه خوب به مصرف برسه؟ تا جایی که من حدس میزنم قبلا در وزارت خانه ها رسته های تدارکات وجود داشت و تمام نشه و از طریق آنها مثلا بعضی پروژه ها به قرارداد سپرده میشد، به اعلان دولتی سپرده میشد که بعضی مشکلات داشت، فرضاً فساد اداری با وجود آمده بود و مشکلات داشت، اما حالا بر رسته تدارکات ملی که در خود هر تخت نظر رئیس شخص رئیس جمهور صورت میگیره، مدیریت میکنه، حالا با گونه شفاف پیش میره. تشکر. سلامت آقای رشیدی، رئیس جمهور برنامه را یا میثاق شهروندی را گفت که سرآغاز تغییر دولتداری یا فرهنگ دولتداری در کشور است. با توجه به کشگیرهایی که در دولت افغانستان موجود است، فکر میکنین این برنامه تغییر در فرهنگ دولتداری به وجود بیاره و ای که فرهنگ دولتداری همکاری و خدمت به مردم بسازه؟ بسیار عالی. با توجه به تعریف که جناب استاد از شهروندی داشتن، خود شهروند و کسی اطلاق میشه که اولش تابعیت افغانستان داشته باشه و دومش متعهد به نظامی باشه که بر اساس اراده مردم تمثیل شده و سوم قانون اساسی افغانستان بپذیره. این تعهد است که یک شهروند برای دولت کرد. دقیق در مورد شهروند به خاطر بحث امشب ما نیست پرسیدیم که به این خاطر که باید شهروند آیا توان مدیریت پروژه ها را دارن و ای که آگاهی از حقوقشان دارن که بتوانن میثاق شهروندی را به گونه خودی عملی بسازن؟ بله، زمانی که آقای غنی میگه که فرهنگ میثاق شهروندی میتونه فرهنگ حکومت داری در افغانستان تغییر بده که به شکل درستش مدیریت شوه، بله، هر شهروند در افغانستان دارای در هر کشور که باشه دارای سه نوعی از حقوق بر می باشه که حقوق مدنی است، حقوق اجتماعی است و حقوق سیاسی است که برنامه میثاق شهروندی شامل حقوق اجتماعی میشه. اگر این به شکل درستش تطبیق شوه، یعنی ما پیشتر هم گفتم که یگانه راه حلی که میتونه فرهنگ حکومتداری در افغانستان، فرهنگ همدیگر پذیری در افغانستان، فرهنگ وحدت و اخوت در افغانستان نهادینه بسازه، یگانه راه حلش بالا بردن تعلیم و تربیه، سطح آگاهی مردم است که در افغانستان در حال از فرهنگ دولتداری از تغییر صحبت میکنه که در شهر کابل تا پلیس مردم ملگیر لطکوب میکنه، نقض حقوق بشر میشه، نقض حقوق شهروندی یک فرد. ایره ما گناه مردم نمیدانیم، ایره گناه خود دولت یعنی ضعف دولت میدانیم، به خاطر ازی که میگه کسانانی که در رأس قوای اجرایی قرار میگیرن باداران مردم نیستن، یا اونا کسانان نیستن که اینا فقط مامورون اجرای قانون هستن و یا هم مامور اوامر مردم هستن. یعنی این یک شعار است که میگن باید اگر دقیقا مدیریت نشابه شعارهایی که دادند و میتن، این هم خالی آری از اون شعارها نیست. اگر با شکل درستش با این هزینه که در نظر گرفته شده این را ما یک شعار بپنداریم، باز هم یک خیانت، یک جفا است برای مردم که یک سرمایه هنگفت یک میلیارد دلار به خاطر شعارهای میاندهی در نظر گرفته میشه اما به شکل عملیش تطبیق نمیشه، باز هم این مردم است که از دولتشان از مسئولین سوال بکنن که وقتی که شما توانایی مدیریت چنین یک برنامه را ندارین، چنین یک سرمایه یا چنین یک بودجه به خاطر چنین یک شعارهایی که اگر واقعا تطبیق کردن میتونین، بازم یک خیانت پنداشته میشه. من تاکید میکنم و باورم ایست که دولت حکومت وحدت ملی در این برنامه موفق بداره. در غیر از اون مردم تعریف که از حکومت وحدت ملی داشتن باز هم به باور میشن و این دولت ناکام است. خب چگونه میشه معلوم شود که حکومت بهتر عمل میکنه با توجه به اینکه میثاق به 10 سال عملی میشه و در مرحله اول 630 میلیارد دلارش تطبیق میشه،
چگونه این باید بررسی شود و شهروندان نظارت کنند از این پروژه ها؟ بسیار عالی. در مرحله اول باید دولت یک کمیسیونی تشکیل بده، باید به روستاها بره، نه به خاطر از اینکه ترس داشته باشه از روستا، واقعا به روستاها بره، محرومیت ها را ببینن. روستاهایی هستند که محروم هستند از همه امکانات اجتماعی و رفاهی و یا امنیتی که عدم موجودیت امنیت در روستاها باعث از این شده که اون روستاها نه تنها از لحاظ صحی، از لحاظ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی محروم باشند. دولت واقعا به خاطر درست تطبیق کردن این پروژه نیازمندی های مردم را در نظر بگیره، بدون در نظر داشت امتیازات قومی، منطقوی، سمتی یا نژادی. و زمانی که کسانی که در رأس برنامه قرار میرن واقعا متحد به مردم افغانستان باشن، متحد به یک جنای خاص، متحد به یک قوم خاص، متحد به یک سمت خاص نباشن، متحد به مردم افغانستان باشن و یک تعریف درست از شهروندی، از فرهنگ حکومتداری، فرهنگ احترام به مردم و احترام متقابل بین مردم و دولت باید اینا به وجود بیارن، یعنی به شکل درستش باید مدیریت شود تا نه تنهایی که به شکل درست تطبیق شود، باید مردم هم حداقل آماده پذیرش چنین یک برنامه هایی در بعدی باشد. سپاس. آقای عبادی، موانع سر راه تطبیق برنامه میثاق شهروندی چی است و ای که رئیس جمهور ناامنی را مانع سر راه این برنامه ندانست؟ راه های اساسی است که همکاری مردم است. اگر مردم همکاری نکنند، طبیعتا مردم به نفعشون این پروژه ها می باشه و مردم افغانستان هم تشنه توسعه کشور هستند و همکاری شایان خود خواهد داشتن. آن هم در هر کشور جنگ هم وجود دارم، قسمی که اشاره کرد استاد مزم، این فرهنگ هم دیگر پذیری در بین مردم باشه و این مشکلات ناامنی هم انشالله بگونی حل میشه. در هر حکومت وجود داشته است، حکومت هایی که مثلا به طرف دموکراتیکشان روان بود دیگر بیم، حالا هم کشور ما هم آرزومند هستیم که ایرم مردم به طرف صلح و ثبات باید حرکت بکنن، باید جامعه خود به طرف خودکفایی مثلا یعنی به طرف خودکفایی بروند، یک افغانستان با ثبات در سطح منطقه باید داشته باشیم و مردم هم همکاری مردم بسیار بهتر است که چطور بتونن همکاری بکنن. اگر همکاری نباشه در هر جامعه خود مردم اگر امنیت اخلال بکنن، اخلال امنیت شوم و این مهم است که باید همکاری مردم در هر جامعه بسیار بسیار مهم بود است که باید همکاری بکنن. اگر همکاری نکنن ای به هر برنامه که در سطح منطقه اما آگاهان به این باور هستند با توجه به ناامنی هایی در افغانستان ولی موانع دیگری مانند فساد، وجود زورگویا در مناطقی که پروژه تطبیق میشه و ای که خود شوراهای روستاها میتونه و گونه پول غیر مؤثر به مصرف برسونند. دولت وحدت ملی تا جایی که ما باور داریم متحد بوده است و کارهای جهت تطبیق فساد داری انجام داده است، بگونه که کابل بانک بود، بگونه وزارت دفاع بود، دیگه جای مثلا همسالش وجود داشت، این به درستی مدیریت کرد. والا هم امیدوار هستیم که یک میکانیزم درست باید ایجاد بکنه تا با این پول و هدر نروه و این را در جایی مصرف کنن که خدمات اساسی برای مردم نیازمند بود. چگونه میشه اولویت روستاها و شهرها را باید اولویت بندی کرد که چه نیازهایی را اینا دارن؟ حکومت یک کمیته را ایجاد بکنه تا برن در نظر بگیرن، یعنی تا جایی که معلوم است وزارت احیاء انکشاف دیاد با اونا معلوم است که در کدام روستاها از خدمات اساسی بهره مند نشدن که تا 12 سال به همسایگی ملی اداری متمرکز افغانستان نمیشه اولویت ها را از خود وزارت ها مشخص ساخت، باید به گونه صلاحیت به ادارات محلی هم باید داد. خب همین برنامه این رابطه بین حکومت و دولت است، باز همکاری مردم بسیار موثر است. خود مردم نیازمندی هایشون بعد از طریق شورای انکشافیش به ولایت، از ولایت از طریق به ارگان محل
و ما در نزد رئیس جمهور ببینیم که در کدام جا مثلا چی مثلا چی مشکلات وجود داره. اینا اولویت بندی میگن، بس اولویت بندی اونم میره تطبیق میکنن پروژه هایی که نیازمند باشه، مثلا آب صحی است که بعضی نقاط آب صحی ندارن و راه های مواصلاتی است که فعلا در بعضی نقاط بسیار مشکل است. اگر یک مریض چه خانم باشه چه مرد باشه مریض میشه، در دو روز هم نمیتونه که مثلا به مرکز صحی رسیدگی صورت بگیره و او مداوا شوه. و امیدوار هستیم که مردم به گونه بسیار درست از این بهره مند شوند و خود مردم میکانیزم درست از این باید ایجاد بکنن که پروژه به صورت درست به مرحله تطبیق قرار بگیره و پول هم به هدر نره. تشکر. آقای رشیدی، همارو در مورد کیفیت و شفافیت پروژه ها تردید در افغانستان وجود داشته و یکی پولی به مصرف میرسیده، اکثرا یا یکی جاده ساخته میشه، هر پروژه که امار میشده بعدا دیده میشده که این خراب شده به گونه زود انگام. چه تضمینی وجود داره که این برنامه به گونه مؤثر و شفاف مصارف یا پولی که از خارج به دست میاد اینا تطبیق کنه و اجرا کنه و پروژه های بهتر به مردم افغانستان بسازن؟ سوالی، در مرحله اول دولت باید یک نظارت کامل داشته باشه و به مردمش تعهد بکنه که در تطبیق برنامه ها نظارت داره و از پهلوی هر نوع سهل‌انگاری به یک شکل کنار نروند. به این معنا که وقتی که زمان یک طرف قرارداد میکنه، اگه این طرف قرارداد ارتباط داره و یکی از افرادی که با نفوذ هستند در ردهای حکومتی و این قرارداد میکنه و بعد او از یک نوع مواد بیکیفیت در ساختن پروژه ها کار میگیره و بعد هیئتی که نظارت میکنه و هیئتی که ایره تسلیم میشه، او هم اگر وابسته به خودی هم و طرف قرارداد وابسته به یک تقریبا یک مافیای درون حکومتی باشه، طبیعی است که باز هم ما اعتماد نداریم که یعنی برنامه ها به شکل درستش تطبیق شوه یا هم شفافیت به وجود. اما بیشترین مشکلی که در مورد این پروژه وجود داره که اکثرا شکایت از این شده که خود والی ها حتی یا ای که رؤسای وزارتخانه های کلیدی در موارد و سکتوری در این موارد بیشتر خودشان دخل اندازی دارن و یک سهمیه مناسبی را از خود فیصدی پول میگیرن. خب من گفتم که اگر وزارت ها بر اساس تقسیمات سیاسی صورت نمی گرفت و بر اساس یک دو طرف قدرت تقسیم کردن، خب هر وزیر مربوط یک طرف میشه. باز اما این مشکلی بوده که قبلا در حکومت قبلی هم وجود داشته در برنامه همبستگی ملی، اما به شکلی نبوده که امروز ما شاهد هستیم که هر طرف از امو وزارتخانه خود به شکلی که کار خوب کرده یا نکرده. شما در ولایت خود شاهد هستین که برنامه که تطبیق شد بیشترین سهم والیا گرفتن از کل پول. البته ما گفتیم اگر دولت نظارت کامل داشته باشه، اگر دولت حمایت از یک طرف نکنه و اگر دولت هر کسی را که یک مقدار پول حیف و میل شخصی خود میکنه و در ساختار پروژه ها از مواد بیکیفیت کار میگیره او را نظارت نکنه و بعد پارلمان افغانستان هم در راستا بی توجه باشه، طبعا یک نوی از حکومت انارچیست، هر کسی که هر کاری کرد میکنه. ولی به خاطر تطبیق بهتر پروژه دولت باید مردم باورمند بسازه، دولت باید برای مردم تضمین بکنه که چنین یک بودجه گزاف برای ساختار زیربناها در افغانستان به شکل درستش تطبیق میشه. در غیر از او امو آش است و مکاسد. تشکر. آقای عبادی، برنامه میثاق شهروندی جایگزین برنامه همبستگی ملی شد و دولت یا حکومت گفته که این برنامه کاستی های قبلی را رفع میسازه. با توجه به بوروکراسی که در دولت وجود داره در نهادهای اداری دولت، فکر میکنین کاستی ها رفع شوند؟ باور ما به است که اگر یک کمیته نظارتی ایجاد شوم و فساد از رده های خود از رده های بالا کاسته شوم و نظارت دوامدار صورت بگیره. آقای رشیدی گفتن که کاستی ها بیشتر از حکومت قبلی در حکومت فعلی در تطبیق پروژه های محلی وجود داشته. در حکومت قبلی خب بعضی مشکلات هم وجود داشت که حتی به سطح
100 و 200 میلیون دلاری که اختلاس صورت میگرفت دیگه کدام کمیسیونی نبود که اونا را بررسی بکنم، از پروژه ها بررسی بکنه، از قرارداد ها بررسی بکنه. بنابر آمدن حکومت وحدت ملی بررسی شد، بالاخره قضیه کابل بانک هم حل شد تا اینکه مرحله اونم رو به حل شدن است. و در پروژه کوچک حتی مالک های قریه هم در فساد دست می داشته باشند و به گونه پول به دست می آورند. این کاستی ها در حکومت فعلی هم وجود داره در سطح قریه جات و سطح ولایت، چگونه میشه اینو رفع شون؟ خود مردم اراده ملی بسیار مهمه، خود مردم باید در واقع متحد باشن. میزنن از این مورد، ولی کسایی هستن که گپ شنو نیستن. نظارت از طرف مقامات صورت بگیره، همیشه دوامدار، به شکل مقطعی نه، به شکل دوامدار. و کمیسیون حقیقت یاد همیشه از تطبیق پروژه ها دیدن بکنه. انشالله فکر نکنم که اون قدری که در حکومت قبلی مشکلات ها و کاسی ها و چالش های وجود داشت حالا دوباره نخواد به وجود آمد. و مردم، اراده مردم بسیار مهم است در تطبیق پروژه ها، بخصوص پروژه های انکشافی که در سطح خرجات ایجاد میشه، بسیار مهم است که اونا خود مردم باید. مشکل اساسی در تطبیق پروژه به صورت شفاف قرارداد دادن این پروژه به افراد محلی است. گفته میشه که افراد محلی به گونه محافظه‌کارانه عمل میکنند، مطمئنا به نظارت هم از طرف مردم وجود نداره و این باعث میشه که به گونه خوبتر این پروژه عملی نشن و حتی در مورد کیفیتش که با کیفیت پایین ساخته میشن. خب ما نمیتونیم که در یک کشوری که در حالت جنگ باشه ما به صورت شفاف، به صورت درست سطح سطح پروژه تطبیق شود. شخص رئیس جمهور در بارها اعلان کرده است که باید 80% باید پلان هر وزارت باید تطبیق شود. و باور من میسیم که حداقل 80% باید تطبیق شود پروژه، نظر به وعده‌ای که دادن و نظر به حکومت قبلی که بعضی مشکلات و چالش هایی که وجود داشت در صدر آم و ای از بین برم. تشکر. قای رشیدی، در افغانستان اکثرا اولویت ها مد نظر نگرفته نشده، متوجه به ای که سیستم اداری ما متمرکز است، با محلات قدر ارتباط تنگ و تنگ نداره، با جز ازی که در مقرری ها به گونه شفافیت مد نظر میگیرن و هم به تردید در موردش وجود داره. اما چگونه میشه اولویت بهتر ما نظر گرفت و مناطق به گونه اولویت بندی کرد که نیاز آنها رفع شوند؟ بسیار عالی. مشکل اساسی هم در افغانستان همینجاست که برخورد از طرف مقامات سیاسی و تمامی مردم یکسان صورت نمیگیره. هر کس از زوایای مختلفی دیده میشه. یک کسی تارازات اجتماعی در افغانستان وجود داشت، کافهای عمیق اجتماعی در افغانستان وجود داره و پیش روی هر ملت یک خط قرمزی کشیده شده واقعا، و هر رهبر فعلا خود متعلق به یک قوم و یک قبیله خاص میداند. یگانه راه حل در افغانستان یک پلورالیسم اجتماعی هست. یگانه راه حل که میتونه حداقل مداوای برای ازی باشه که ما بتوانیم یک تعریف مشخص از ملت داشته باشیم، ملت سازی بکنیم. یک نوع پلورالیسم اجتماعی در افغانستان نیاز هست که ما احترام و فرهنگ دیگرها بکنیم تا دیگرها احترام و فرهنگ ما داشته باشند، ما دیگرها را بپذیریم تا دیگرها ما را بپذیرند، ما به رهبرای دیگرها احترام داشته باشیم تا دیگرها به رهبرای ما احترام داشته باشند. امروز ما میبینیم که با وجود که یک شخص از یک طرف خائن محسوب میشه، از یک طرف قهرمان محسوب میشه، این خودش بیانگر یک شکافهای عمیق اجتماعی است. چرا؟ یک قوم، یک شخص وقتی که در انتخابات گذشته به عنوان خائن معرفی شد و از یک طرف به عنوان قهرمان معرفی شد، این بیانگر یزی است که تعارضات اجتماعی بسیار عمیق هنوز در بین مردم وجود دارد و این تعارضات میتونه با یک، گفتیم، با یک پلورالیسم اجتماعی حل شود و خود شخص رئیس جمهور متحد باشه. تعارضات بالای پروژه ها بسیار اثر گذاشتیم. دقیقاً تاثیرگذار است. وقتی که ما از اون منابع بالا، وقتی که در تقسیم بندی این بودجه گزاف فکر میکنیم، اگر دستای اونجا باشه باز هم فقط تلاش میکنن به مو روستاها، به مو مناطق، به ولایاتی که مربوط به خودشان است. ولی ما یگانه پیشنهاد ما به دولت است که به خاطر تطبیق بهتر این پروژه
ما گفتم که یک بخشی امی پروژه را به خاطر آگاهی دهی مردم مصرف بکنند. حداقل در روستاها مردم یک تعریف مشخصی از امی وحدت داشته باشند، تعریف مشخصی از ملت داشته باشند، تعریف مشخصی از شهروند داشته باشند، از یگانگی اجتماعی داشته باشند. این هنوز مفاهیم است که بر روستاها تعریف ناشده مانده. وقتی که مردم چنین یک مفاهیم ساده را تعریف کردن اتانه، خب اولش که امیش پروژه هایی که در اونجا میره برای مردم آماده پذیرش نیست، و خاطر از که اکثر مردم هنوز باور ندارن و میگن که خب باورهای مختلفی از در روستاهای افغانستان در نقاط دوردست چنین یک پروژه ها را، پروژه های از پول آمریکا و پول غرب و بالاخره چنین یک پول را نمیپذیرن، چنین یک دیدگاه های هست، ولی دولت مکلف است که این آگاهی دهی را به مردم برسانه و این بودجه را یک بودجه ملی معرفی بکنه و این انکشاف متوازن برای مردم یک تعریف داشته باشه، و به خاطر از اینکه مردم حداقل آماده پذیرش چنین یک پروژه باشن. وقتی که مردم آماده نباشن، خب اونجا باز امی پول حیف و میل میشه به جیب زورمندا یا ملکای قضیه که بیشتر گفتیم. دولت به خاطر تطبیق بهتری پروسه کار دومی که میکنه در هر منطقه که واقعا نیازمند هستند تا یک پروژه اونجا تطبیق شوه، در مرحله اول امنیت اونجا نیاز است که امنیت باید تامین شوه. وقتی که امنیت تامین نشوه، خب نظارت دولت اونجا صورت نمیگیره. یک انجینر، یک نظارتگر، یک هیئتی از طرف دولت به اونجا رفته نمیتونه. و اگر ما در مناطقی که امنیت هنوز وجود نداره و مردم هم آماده پذیرش نیستن، اما رئیس جمهور گفته که ناامنی باعث از این نمیشه که شهروندان افغانستان از حقوق خود محروم شوند. خب دقیقا میشه. چرا محروم نمیشه؟ یکی از حقوق شهروندان هم است که دولت باید امنیتی از اونا را تامین کنه. در حقوق اجتماعی یکی از زمی حقوق شهروند بالای دولت داره تامین امنیت یک شهروند است، تامین امنیت جانی، تامین امنیت مالی، تامین امنیت اجتماعیش. وقتی که در یک روستا، در یک منطقه، در یک ولایت امنیت وجود نداشته باشه و بعد یک بودجه اونجا میره، خود طبعا دفعتا همون زورمندایی که در منطقه هم هستن دفعتا نمیگذارن که یک بودجه یا یک پول اینجا هدر برا. دفعتا میپذیرن که بیا یک پروژه در حالت تطبیق قرار بگیره. بعد از اینکه در حالت تطبیق قرار بگیره، خب امنیتی وجود نداره، هر کس میتونه او پول حیف و میل بکنه و نظارتی هم از طرف دولت اونجا وجود نداشته باشه. در نهایت یک پروژه بسیار کوچک که به یک مال هم نمیرسه با یک هزینه بسیار بالای اونجا تطبیق میشه، واقعا زانوار است. تشکر. آقای عبادی، چگونه میشه در مناطق یا ولسوالی ها یا روستاهایی که جنگ زده هستن و امنیت وجود نداره میثاق شهروندی را پیاده ساخت، با توجه به اینکه مخالفین مسلح در 13 سال گذشته یا در 15 سال گذشته از این پروژه ها بیشترین سهم گرفتن تا اینکه بگذارن اینها کار بکنن؟ پروژه که در اولویت است خدمات اساسی مردم نیاز داره، در مناطق ناامن است، در مناطق امن است، مثلا آب آشامیدنی در هر جای نیاز است که باید مردم به این حق باید دسترسی پیدا بکنن، به تعلیم، به آموزش و برای راه‌های مواصلاتی که یکی از مشکلات اساسی مردم است که چی در جای ناامن باشه، چی در جای امنیت باشه. اما در مناطق ناامن پروژه صورت بگیره، پروژه‌ای که در مناطق امن وجود داشته فرض مثال با 1 میلیون افغانی بوده، در مناطق ناامن در 2 تا 3 میلیون، و این از اینه گزاف باعث شده که پروژه ها به گونه خوبتر عملی نشن، بجز از این که این پروژه ها به گونه باج داده شوند. قسمی که استاد اشاره کرد در بعض مشکلات وجود داره که حتی نظارت از خود همی تطبیقم پروژه اگر به صورت عملی صورت بگیرم و حکومت قاطعانه رفتار بکنه و مردم هم در این متخاذی باشن که ما بپذیرن که ما ولی اولویت ما از اینی چیزی که نیاز مردم هستن و نیازمندیشون برآورده شده، ما فکر نکنم که آنقدر پولی که قبلا حیف مال رفته بود و حالا باز دوباره این تکرار شده چون این عمل. خب تامین امنیت خاص تمام شهروندان افغانستان است. با توجه به اینکه ناامنی است در کشور، چگونه میشه با 14 ولسوالی که عملا جنگ جریان داره
در این 14 ولسوالی ما پروژه های که اولویتشان است نیازشان را رفع میکنه تطبیق بکنیم؟ قبلا هم اشاره کردم که صحت و یکی از اولویت های است که در هر جامعه میپذیرند و مراکز صحی چه در مناطق ناامن اگر باشد چه در مناطق امن باشد همه به ضرورت دارن که یک شخصی که مریض میشه باید به مراکز صحی باید رسانیده شود و این پروژه جای یک اساسی سن فرضاً پروژه اولویت داده میشه بعد در مناطق ناامن شاید صحت بپذیرن مراکز صحی را که ایجاد میشه راهی مواصلاتی بپذیرن و در جایی که امنیت است ممکن برای تعلیم و آموزش نیاز داشته باشه ممکن برای انرژی قابل تجدید و یا همکاری مردم است در هر مناطق همکاری مردم بسیار مهم است که اگر همکاری مردم باشه اولویتشون در نظر گرفته میشه از طرف حکومت و حکومت هم متحد باشه که این تطبیق بکنه به صورت شفاف و دوباره پولها به هدر نره و یک از قبلا هم برای نو یک تجربه صورت گرفته است که چطور بتونن این را به صورت شفافی را تطبیق بکنن و پول را به مصرف برسونن. شکر. آقای رشیدی، شورای توسعه روستاها مسئولیت اجرای برنامه ها را گرفته یا به عهده دار است. چگونه میشه که این شوراها بهتری را عملی بسازن با توجه به اینکه ظرفیت های پایینی در این شوراها گفته میشه وجود داره؟ بسیار عالی. با نکه از سوالات قبلی شما که ما باید به او اشاره میکردم که چگونه دولت میتونه اولویت ها را ردبندی بکنه یکی از راه هایی که دولت میتونه اولویت ها مشکلات مردم به شکل درستش در نظر بگیره است که والی صاحب هایی که در هر ولایت است با تمامی ولسوالی ها باید یک میتینگ داشته باشند و از هر ولسوال درباره چگونگی اوضاع امنیتی محرومیت های اجتماعی و فرهنگی امو ولسوالیشان صحبتشان و این گزارش از طریق ولسوال ها به ولایت و از ولایت باید به دولت طبعا مردم نیازمندی هایی که دارن پیشنهاد به دولت میکنن در اولویت امو مشکلاتی را در نظر میگنن که واقعا مبرم و نیاز است. مثلا پیشتر جناب استاد اشاره کردند که راه های مواصلاتی یکی از مشکلات بسیار عمده است. یعنی شاید هر ولسوالی اما مشکلاتی را در نظر بگیره که در اولویت قرار داره و دولت با توجه به این پیشنهاد ولسوالی ها میتونه که این مشکلات را در نظر بگیره و در اولویت قرار بده. و آنچه که مربوط به سوال بعدی شما میتونه که شوراهای انکشافی مسئولیت تطبیق برنامه ها را داره. شوراهای ولسوالی حداقل کسی که در رأس یک شورای ولسوالی میگیره متفاوت از شورای ولسوالی قبلی باشه شوراها باید در نهایت اکنون ما در چارچوب دولت نداریم چون در قانون اساسی ذکر شده باید انتخابات شه شوراهای قریجات البته منظور ما بود منظورم شوراهای قریجات است که بخاطر چون در برنامه انکشاف دهات ما شورای قریجات داشتیم این شورای قریجات باید کاملا تغییر بکنه حداقل کسی در رأس شورا بیاید که از یک سواد بهرمند باشه حداقل یک تعهدی به دولت داشته باشه و هم یک آدم متعهد باشه و در مرحله بعدی که فعلا شورای ولسوالی ها شورای انکشافی ولسوالی ها ایرا توانوس که مرحله صورت نگرفته و انتخابات شورای ولسوالی ها هنوز صورت نگرفته که چگونه صورت میگیره یا نمیگیره مرحله بعدی است چیزی گفته نمیتونم تشکر سپاس آقای عبادی به عنوان سوال آخر توصیهتان به مردم افغانستان چی است که چگونه با این برنامه برخورد بکنن توصیه ما به همه مردم افغانستان است که به صورت درست از این پروژه ها باید استفاده بکنن و نگذارن یک پول به هدر بره و نظارت از پروژه ها باید بکنن شورای انکشافی ایجاد شده قسمی که قبلا اشاره کردن که باید تغییر ایجاد شده در خود اعضای شورا و در خود رأس خود شورا یک تغییر ایجاد شده تا بتونن از این پروژه ها به صورت درست استفاده خوب بکنن و حکومت هم متحد باشه که این پروژه را تطبیق بکنه
عمل نمیکنه. سپاس. آقای رشیدی، به عنوان جمع‌بندی بگوین که حکومت باید کدام اجراءات روی دست بگیره که برنامه به خوبیش عملی شود؟ سوالی. من تاکید میکنم که در دو مرحله، یکی تعهدی که دولت به ملت داره در تطبیق این پروژه و تعهدی که ملت به دولت میکنه. دولت مکلف است که نیازهای مردم واقعا بدون در نظر داشت امتیازات قومی و قبیلوی و منطقوی در نظر بگیرن و انکشاف متوازن در نظر بگیرن و به خاطر تطبیق چنین یک پروژه متحد باشن برای ملت. و ملت هم ما باورم است که مردم افغانستان، ملت افغانستان بدانند که این بودجه بودجه خودشان است، بودجه است که از مالیات خود این مردم است، بودجه است که یک مقدار کمش اگر کمک های بیرونی باشه اکثرش از داخل بودجه خود افغانستان است و نقص دارند که چنین یک بودجه حیف و میل مردم شود. یعنی به شکل درست من پروژه که در منطقه میست و یک پروژه ملی بدانن و به خاطر تطبیق بهترش با اون پروژه همکاری داشته باشن، نه تنهایی که نگذارن زورمندان زورگویان اونجا مداخله بکنه، حتی نظارت بکنن که آیا افراد دولتی در اینجا به خاطر تطبیق بهتر پروژه و یا نظارت پروژه میایند و یا نمیایند و اگر نمیایند شاید یک توافق صورت گرفته باشه و این را باید گزارش بدن برای شوراهای ولایتی. سپاسگزاری میکنیم از مهمانان عزیز و همچنان از شما. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.